سازمان جهانی عدم خشونت مسلمان آزاده طی بیانیه‌ای با محکوم نمودن رفتارهای خشونت آمیز علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار از جامعه جهانی خواست تا با تشکیل کمیته حقیقتیاب به این رفتارها پایان دهد این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود با اشاره به گزارش فعالان حقوق بشری و شاهدان عینی در میانمار گفت تعداد 132 هزار مسلمان روهینگیایی به بدترین شکل ممکن مورد بدرفتاری، تبعیض و حتی کشتار از طرف دولت مردان مسلمان ستیز و بودایی میانمار قرار گرفتند. این بیانیه افزود تعدادی زیاد از بودایان افراطی با حمایت همه جانبه دولت میانمار به اقداماتی مانند قتل، تجاوز و سوزاندن خانه های مسلمانان در منطقه آراکان که اغلب ساکنان آن را مسلمانان تشکیل می دهند ده زدند. از سوی دیگر حکومت این کشور از وارد شدن کمک های سازمان ملل از قبیل مواد غذایی و دارویی و رسیدن آن به دست مسلمانان جلوگیری می کند. استفان دوگاری که سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در کنفرانسی خبری در مقر این سازمان در نیویورک اعلام کرد ما توانستیم با استفاده از طرق مختلف کمک ناچیز به دست مسلمانان در منطقه آراکان میانمار برسانیم در شرایطی که حکومت این کشور هیچ گونه همکاری سلحامیزی با ما برای رسیدن کمک های انسان دوستانه به این قشر مزدوم انجام نداده است. وی با تایید آمارهای سازمان جهانی عدم خشونت افزود مسلمانان روهینگیا شدیداً به کمکهای بشر دوستانه نیاز دارند و ما از جامعه جهانی دعوت می کنیم تا کمیته ای یا و مستقل به منظور تبیین حقایق و محاکمه افراد جنایتکار در این منطقه تشکیل دهند تا بتوانیم به این ماجرا خاتمه دهیم. سازمان جهانی عدم خشونت مسلمان آزاده نیز در پایان بیانیه خود از جهان اسلام و سازمان های حقوق بشری خواست تا کاری فوری برای توقف کشتار و تجاوز به حقوق مسلمانان روهینگیا انجام دهند و مسلمانان این کشور را از ظلم های چندین و چند ساله بودایی های افراتی رهایی بخشند.